این ساعت مهمان عزیزی داریم و دو مهمان عزیز داریم که یواش یواش شما رو در جریان قرار میدیم که حتما خوشتون میاد. این ترانه هم که شنیدید به هر حال میتونه تا حدودی راهنمایی کرده باشه به عنوان حل کد ماجرا. به هر تقدیر خوش آمد میگیم. حالا شما بفرمایید. از پیشکسوتان هنر و از هنرمندانی که بسیار دست و دل باز هست در ارائه جوانان در کار هنری که سابقه چندین و چند ساله در این زمینه داره، هنرمندان بسیار بنامی رو تا کنون در جامعه ایرانی ارائه کرده. این هنرمند نام‌های بسیار معروفی که امروز روز برای خودشون فعال هستن، بسیار موفق هستن و این کسی نیست، این آدرسی که دادیم، جز شهبال شهپره و مهمان عزیزی که با خودش امروز آورده، هنرمند جوانی که محبت میکنن معرفی میکنن. روزتون بخیر. مرسی. مرسی تناز جان. امروز باید بگم که 100 سال به این سالا خیلی وقت بود که به خاطر کرونا نشد. بله، بله. درودی هم به شنوندگان خوبتون، انشاءالله که همه خوش و سرحال باشن. من امروز در بعد به ورودم باید بگم چهره ری رو دیدم که یاد دوران خوب جوانیم افتادم و چون خیلی همیشه دوستش داشتم، راست دارم میگم، اصلا منتالیتشو خیلی دوست داشتم که در زمانی که هیچ کس یه کارایی رو نمی کرد، یه عده‌ای اومدن یه کارایی کردن که زندگی یه ملتی رو عوض کردن. و اینجا باید یه سلامی داشته باشم برای دوست خوبم آقای خیاط باشه عزیزم. خدا راست دارم وقتی دیدمش یه حال دیگری شد. منم همینطور شهبال جان، منم همینطور از قبل دورخیز کرده بودم که این حال رو امروز بسازم و چقدر خوب بود که دیدم ماشاءالله، هزار ماشاءالله. این آدرس مغازه های قصابی و اینا رو میخوام ازت بگیرم. این گوشتتون از کجا؟ اتفاقا گوشخوار نیستم، من سبزی مو کجا بگیرم؟ پس سیکرتتون اینه. ما خیلی هم عالی. خب ما مهمان بسیار عزیزی هم داریم که لطف کنید معرفی کنید که بعد بریم به سراغ ایشون هم همینطور. واسه اینکه وقتمون کم نیاد اجازه بدیم من تون بگم. ایشون اسمش حجاره. اسم جالبی داره. بله. خودش برای توضیحاتی که باید بده رو خودش میده. کرد ایشون؟ خواننده. بله. کرد. غیر از این خواننده کنونی گروه پلاکتسه. بله. یعنی یک تاریخچه‌ای روی شونه‌هاش از هنرمندهای بزرگ کشورمون کار آسونی نیست. هجار یعنی درویش به کردی. باقی شد دیگه میذارم که خود هجار صحبت کنه. خیلی خوش آمدید. خیلی ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگانتون، امیدوارم حال همگی خوب باشه. خیلی خوشحالم امروز اینجا هستم همراه با استاد خدمت آقای خیاطبشی. امیدوارم که برنامه خوبی بشه دیگه، یه گپی با هم بزنیم. این صدای شما رو در این ترانه که اتفاقا خیلی هم گل کرده الان شنیدن شنوندگان عزیز، حالا برای من سینک شد صورت و صدا و صدا هم دیگه. بله. کارو خیلی قشنگ اجرا کردید. خیلی متشکرم. بالاخره دیگه کار کردم با استاد. نه دیگه، بعضی وقتا هست بعضی اسامی روی یه حالا هر چیز تولیدی که دارن وقتی قرار میگیره مشتری چشم بسته دیگه میدونه مطمئنه. بله. این بله. که وقتی میگن همکاری و کشف شهبال شهپره دیگه شنونده خیالش راحته و خود اون کسی هم که آمده و دیگه در جریان قرار گرفته اونم خیالش به آیندهش راحته. بله. 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 درست. خیلی ممنون. خب شهبال جان، از کشفتون برای ما بگید، چه شد اصلا با هجار، چطور آشنا شدید؟ اونا رو اجازه بدید خودش بگه. به دلیل که من بگم همه میگن خب اینه چند هزار دفعه که شهبال راجب چند هزار نفر گفته. نه چیز باشی که خودش بگه. ولی فقط میخوام بگم که برای آماده کردن آلبوم اولمون با هجار یک ماه
گفتیم بریم در ترکیه که بتونیم از هنرمندهای داخل ایران هم ما کمک بگیریم به دلیل اینکه خیلی قبولشون داریم و خیلی خیلی از همشون ممنونم که این فرصت رو میدن به موسیقی ایران که بتونه موسیقی مدرنی درست بکنه، به دلیل اینکه اونا مال این زمان هم ما مال قدیمی، ولی اگر قدر اینا رو بدونیم و باشون کار کنیم این میکسچر طبیعتاً بهتر از هر دو تاست، هم بهتر از کسایی که اینجا، هم بهتر از کسایی که اونجا، به دلیل اینکه یک میکسچریه، یک مخلوطیه از این دو تا، طبیعتاً قشنگتر میشه. من خواستم بگم برای یک ماه رفتیم اونجا ولی یک ماه شد 7 ماه. هفت ماه. یعنی من برنامه های چهارشنبه کار تهرانم کریوکی رو 7 ماه نبودم. تازه 2 هفته است، 3 هفته است شروع کردم دوباره برگشت. خب البته این 7 ماه خیلی خوب بوده چون کووید هم دیگه تقریبا یه مقدار فروکش کرده بود. دقیقا. بله. 11 ترک آهنگ ضبط کردیم، 11 ترک یعنی 11 آهنگ و 6 ویدیو و یک کنسرت خیلی موفق بود و خیلی عالی. از اونجا 2 نفری برگشتیم دوباره اینجا دیگه روز از نو. من حالا یه سوال دارم شهبال جان، اون این است که خب این کاری که سالهای سال تو بکنی، کشف استعدادهای جدید و ارائه اوها و اینی که به هر حال علاقمندان خوشحال میشن از این کاری که میکنی، میتونی یه توضیح بدی راهکار چیه؟ شاید فردا منم بخوام اینم چیکار کنم. راهکار کشف این جوونا چجوری انتخاب میکنی که همشون خوش صدان، همشون موفق میشن؟ اینو یه خورده ریزه کاریا یه موضوع سیکرتتون رو با ما مطرح کنید. الان من یه موضوع میگم، این هم با قول معروف کامپلیمنته، هم ممکنه یه دفعه یه تفکر کنه شهبال چرا اینو گفت. میگم من همیشه میگم اگر که الان همه به من از من میپرسن چرا اینقدر خواننده ها عوض میکنی، گفتم مجسم کنی که بنده خواننده اولم رو نگه داشته بودم. بله. الان طرف 80 سالش بود برمی نشسته. چی اشکال داره؟ خب کی میومد گوش کنه؟ ولی یه واقعی اولا که این کسی که من آوردم به عنوان مهمون که برای شما مهمونه ولی برای من همکاره، باید بگم که ایشون نصف سن منم کمتر داره. ولی خوشحالم بگم که البته من اینو اگر کسی بود قبول نداشته باشم، خودم اصلا کارن رو روز که میخوام انتخاب کنم طبیعیه که باید یه حسنایی دیده باشم، وگرنه من دیوانه نیستم برم یه نفری که حسنی نداره رو بعقیده خودم انتخاب کنم بعد بیام ازش خوب بگم. درسته. ایشون به چند زبون میخونه که من میخوام از وقت امروز استفاده کنم فقط از آهنگامون نذارم. حالا که اینجا هست همینجا هر وقت که دلتون خواست بگو به یه زبون دیگه یه تیکه بخون. کارمون رو آسون کردیم. از الان شروع آره. پس بریم به پیام ها برگردیم. بعد کامل دیگه ما اینترویومون رو آغاز کنیم همراه با موسیقی لایف. چه از این بهتر که این موسیقی هم نیست، فقط حنجره خودشونه و ببینیم که بله چه برای ما میکنن. میریم و باز میگردیم، در خدمتون هستیم. شما کنه عزیز.